در این جلسه با موضوع تاثیر مدرسه و گروه همسالان بر بروز رفتارهای انحرافی و آسیبهای اجتماعی در خدمت شما هستم. در جلسه گذشته در مورد تاثیر نهاد خانواده بر بروز رفتارهای انحرافی صحبت کردیم. بعد از خانواده مدرسه دومی نهادی هست که فرد وارد اون میشه در مدرسه بحث تعلیم و تربیت اتفاق میفته اجتماعی شدن افراد در اون اتفاق میفته و محیطی هست که افراد آموزش های لازم رو برای ورود به جامعه بزرگسالی در اون تجربه میکنند ولی در کنار این نقش های مثبتی که در مدرسه وجود داره گاهی اوقات اتفاقاتی میافته که افراد رو به سمت بروز رفتارهای انحرافی و آسیب اجتماعی سوق میده قضاوت های نابجا توسط معلم یا پرسنل مدرسه یا دوستان و هم کلاسی ها باعث میشه که عزت نفس افراد پایین بیاد افراد گاهی اوقات افسردگی رو تجربه کنند و به سمت انزوا و گوشه نشینی سوق پیدا کنند. مدرسه محیطی هست که افراد تجربه دوستیابی رو به شکل خیلی گسترده درک می و وارد گروه همسالان می شن. گروه همسالان ویژگی های خاص خودش رو داره، فرهنگ خاص خودش رو داره، ارزش های خاص خودش رو داره که گاهی اوقات این ارزش ها و این فرهنگ با فرهنگ و ارزش های جامعه بزرگتر یا مدرسه یا خانواده متفاوت هستش. افراد به شدت جذب این گروه ها میشن و ورود به گروه های همسالان در دوره نوجوانی به اوج خودش میرسه. میتونیم بگیم نوجوان به دنبال محیطی هستش که در اون ارزش ها و فرهنگ متمایز و خاصی رو تجربه کنه و در گروه همسالان این فرصت براش مهیا هستش. حالا اگر در این گروه همسالان افرادی وجود داشته باشند که رفتارهای انحرافی داشته باشند به هنجارهای جامعه پایبند نباشند یا به عبارتی افراد نابهنجاری باشند از اونجا که اعضای دیگه از این افراد الگو برداری میکنند زمین ساز بروز رفتارهای انحرافی و آسیبهای اجتماعی در سایر اعضای اون گروه هم فراهم میشه پس محیط مدرسه و همسالان مثل محیط خانواده علا رقم نقش های مثبت و کارکرد مثبتی که در جامعه دارند به همون نسبت میتونن زمین ساز بروز رفتارهای انحرافی و رفتاری و آسیب های اجتماعی در جامعه بشه. امیدوارم مطالب مطرح شده مورد توجه شما واقع بشه. ممنون از همراهی شما.